ملی مقاومت ایران فاجعه کرونا در ایران آمار جانگداز قربانیان در 478 شهر از دویست هزار نفر گذشت خانم مریم رجوی آمار بختنگیز و حولناک جانباختگان نتیجه سیاستهای جنایتکارانه و قارتگرانه ی رژیم است و مسئول مستقیم آن خامنه ای و روحانی هستند آنها با ممانعت از ورود واکسن فاجعه بزرگتری را رقم میزنند. آمار واقعی قربانیان ایران را به نسبت جمعیت در سطر جدول جهانی قرار می دهد. رئیسی سردشقیم قوه قضایی رژیم مردم ایران نباید آزمایشگاه واکسن های آمریکایی و انگلیسی شوند. نامه نظام پزشکی به روحانی تولید انبوه واکسن داخلی به زودی میسر نخواهد شد. اولویت خرید واکسن است. نیازی حیاتی و ضروری که باید در کوتاهترین زمان در اختیار مردم و اخشار آسیب پذیر و پرخطر و کادر درمان قرار گیرد. رئیس نظام پزشکی اگر واکسیناسیون در زمان مناسب انجام نشود، جهش های ویروس اثر واکسن را کم می کند. استاندار تهران هنوز خطر شیوع بیماری کرونا در موج جدید بیخ گوش همه ما قرار دارد. ایرنا آمول از مرداد تا به امروز پیشتاز میزان مرگ و میر و تعداد مبتلایان به کرونا بود. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز دوشنبه 22 دیماه 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 478 شهر به نه به نحو حیرت‌آوری از هزار نفر گذشت. شمار قربانیان در آذربایجان غربی به 7398 نفر، در البرز به 5200 نفر، در اردبیل به 2467 و و نفر، در اصفهان به 12540 نفر، در ایلام به 2071 و و نفر، در تهران به 48921 نفر در چهار محال و بختیاری به 1580 نفر در خراسان جنوبی به 1886 نفر در خراسان رضوی به 13585 نفر در سیستان و بلوچستان به 4846 نفر در فارس به 6100 نفر در قزوین به 2102 نفر در قوم به 7800 نفر در کردستان به 3416 نفر در کرمان به 4416 نفر در کوهگیلویه و بوی رحمت به 1464 نفر در گیلان به 7086 نفر در مازندران به 7782 نفر در مرکزی به 4133 نفر و در یزد به 3572 نفر رسیده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدی مقاومت ایران در مورد آمار بهتنگیز، هولناک و تأسف بار قربانیان گفت این فاجعه نتیجه مستقیم سیاست های جنایتکارانه و قارتگرانه رژیم آخوندی در ده ماه گذشته است. این ابعاد از جان باختگان قابل پیشگیری بود و می توانست به مراتب کمتر باشد مسئول مستقیم شمار فزاینده قربانیان خامنه ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم هستند که به جای پرداخت حقوق کارگران و زحمتکشان از محل کارتل های اقتصادی تحت کنترل خامنه ای و سپاه پاسداران آنها را به قربانگاه کرونا روانه کردند و امروز با ممانعت از ورود واکسن به ایران فاجعه بزرگتری را رقم میزنند. به ای افسود آمار جانباختگان در ایران حتی آمار رسمی حکومتی به مراتب بیشتر از کشورهای همسایه و کشورهای خاور میان است. کشورهایی که اغلب زیرساختها و بنیادهای اقتصادی و اجتماعی آنها از ایران بسیار ضعیفتر است. آمار واقعی اما ایران را به نسبت جمعیت در سطر جدول جهانی قرار می دهد.